دوتن که یک کودک هشت ساله را پس از تجاوز جنسی در هرات به قتل رسانده بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند مسئولان امنیتی در هرات میگویند این دو جوان دو روز پیش یک کودک را از ولسوالی انجیل این ولایت ربوده بودند و پس از تجاوز جنسی او را در شمال شهر هرات و در جوار شفاخانه ی اطفال به قتل رساندند عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات میگوید افرادی که گرفتار شدند به جرم خود اعتراف کردند به این گزارش توجه کنید. این دو تن به اتهام تجاوز و قتل یک کودک هشت ساله از سوی نیروهای امنیتی در ولایت هرات بازداشت شدند. مسئولان امنیتی در هرات میگویند این دو جوان دو روز پیش این کودک را از ولسوالی انجیل این ولایت دبوده بودند و پس از تجاوز جنسی این کودک را سر بریدند. آنگونه که سخنگوی پلیس هرات میگوید جسد این کودک از جوار شفاخانه اطفال از شرق شهر هراد یافته شده است. به گفته او، افرادی که بازداشت شدند به جرم خود اعتراف کردند. دو جوان که باشندگان مربوط ولیسوالی انجیل هستند، چند روز قبل یک طفل هشت ساله در کوههای شمال شفاخانه اطفال مربوط ای انتقال میدن بعد از اینکه که ای عمل فعل لواتر بای انجام میدند ای تفلر با چاقو و یا کارد به قتل میرسانند و سر میبرند که پلیس توانست در ظرف کمتر از دو روز عاملین ای رویداد شناسایی کنه و بازداشت کرده و خود جسد هم در همون جایی که بود کشف شد و به طب عدلی انتقال داده شده افراد بازداشت شده هم به جرم خیش مبنی بر انتقال ای تفل با او ساحه و همچنان انجام عمل فعل لوات بالای تفل اعتراف دارند تجاوز و خشونت در برابر کودکان در ولایت هرات همواره نگران کننده بوده است. مسئولان دادستانی هرات میپذیرند که در این ولایت بر کودکان آسیب پذیر تجاوز جنسی می شود اما آنان تاکید می کنند که بسیار از عاملین این رویدادها مجازات شدند. ما بحث تجاوزات علیه اطفال هم در قشر زکور و هم در قشر ناست داشتیم و, ناس و بعضی موارد دیگه که از حقوق قانونی از اینو تعدی صورت میگیره مورد پیگرد سرمالی قرار گرفت. بیشتر کودکانی که در معرض خشونت و تجاوز در ولایت هرات قرار میگیرند کودکان بی سرپرست و خیابانی هستند بر اساس آمارها ده ها هزار کودک بی سرپرست در گوشه و کنار شهر هرات مصروف کار هستند و در بسیاری از موارد این کودکان مورد سوء استفاده قرار میگیرند.